آقای پیرمازه، خب امروز میبینیم که مرز 500 رو هم رد کردیم و تعداد فوتی ها متاسفانه همینطور داره افزایش پیدا میکنه. خب یک کشوری مثل آمریکا، هند که اونها هم یک زمانی فوتی های بالا داشتن، چه کار کردن که تونستن کنترل بکنن؟ الان اقدام فوری جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ ممنونم که دعوت فرمودین. آنچه که امروز در بیمارستان‌های مملکت شاهد هستیم در واقع عوارض و نتیجه تصمیم دولت ایران بود، همون ایمنی دست جمعی در مبارزه با پاندمی. عوارض ایمنی دست جمعی قبلا هم پیش بینی میشد، این هست که تعداد بیماران و تعداد مرگ و میر به مراتب بیشتر از ظرفیت درمانی کشورها میشه و در نتیجه ما مواجه میشیم با کلاپس بیمارستان ها، خستگی کادر درمان و فرسودگی بیمارستان ها. دقیقا آنچه که ما امروز شاهد هستیم یک نمونه پاتوگرامی که شیوه ایمنی دست جمعی در کشور هست که تا کنون بیش از 60% جمعیت ایران این بیماری رو گرفتن و اگر 10-20% جمعیت ایران، یعنی در همین 4-12 هفته آینده که به اوج در واقع پیک موج بیماری خواهیم رسید، اون موقع خواهد بود که بیماری کولدان خواهد شد و کنترل خواهد شد. چون دولت ایران حاضر نیست که لاکدان بکنه و برای مردم کمک بکنه تا نگه داره در خونه هاشون که 3 هفته مثل یک حکومت نظامی بیرون نیان تا زنجیره شکست ویروس رو کاملا کنترل بکنه، از طرفی هم یک برنامه واکسن خوب و درستی رو اجرا نکردن که به موقع واکسینه بشه تا همزمان با ماسک و فاصله و واکسن با این 3 پایه بتونن این بیماری رو در کشور کنترل کنن، متاسفانه نه فاصله گذاری رعایت شد، IPC اعمال شد و نه واکسن به موقع برای مردم تهیه شد و نه ماسک در اختیار مردم قرار گرفت و اون پالیسی ایمنی دست جمعی امروز علائم و نشانه های بد خودش رو نشون میده. و در دنیای پزشکی تناز خانم، هر تصمیم غلط نتایج و پیامدهای اشتباهی هم نشون خواهد داد. بالا بودن میزان مرگ و میر، پر بودن بیمارستان ها نتیجه اشتباه غلط از نظر علمی و البته یک شیوه ایدئال از نظر حکومت اسلامی که حاضر نشدن ریالی و دیناری و دلاری برای سلامتی مردم ایران هزینه کنند. خب به خوبی به پروتکل های بهداشتی اشاره کردین که این مدت اونطوری رعایت نشده و ما شاهد بودیم که مراسم مذهبی هم حتی برگزار شده و الان نزدیک به محرم و صفر هستیم، صحبت از که این مراسم برگزار بشه اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. اگر این اتفاق بیفته واقعا فکر می‌کنین جلوی شیوع ویروس دلتا میتونه بگیره؟ طبیعی است سوشیال میکسینگ یا ماسک گادرینگ، اون چیزی که ثابت شده در تمام کشورهای دنیا، تجمعات مخصوصا در فضاهای بسته و ترددها باعث گسترش سریع بیماری میشه با توجه به پیدایش گونه دلتا که آنی پخش میشه و مخصوصا سنین پایین را هم میگیره و عوارضش هم به شکلی است که بیماریزای شدیدتره و میزان مرگ و میرش هم بالاتره. نتیجتا این شیوه تصمیم گیری، تجمع در فضای بسته، در مساجد و هر گونه آنچه که در سالهای گذشته هم ما دیدیم، امواج پی در پی که در کشور شاهد بودیم، نتیجه همین تجمعات غیر اصولی و غیر منطقی و عدم وجود یک عزم و اراده کنترل بیماری در کشور بوده هست. و طبیعی است که 4-6 هفته آینده یا 8 هفته آینده روزهای سیاه و تاریکی خواهد بود در مدیریت پاندمی در کشور و اگر ما این 4-8 هفته رو عبور کنیم و برسیم به اوج منحنی پاندمی در ایران، شاید بشه گفت که به تدریج دیگه 70-80% مردم ایران به شیوه ایمنی دست جمعی خواهند رسید و آنگاه ما شاهد در واقع کنترل بیماری خواهیم بود، همزمان اگر یه برنامه واکسن خوب اجرا کنن. بنابراین برای 4-6 هفته آینده هموطنان من باید متوجه باشن که بالاترین میزان مرگ و میر و بالاترین بیماریزایی رو، روزهای سختی رو در پیش داریم، از تونل در واقع وحشتناک این بیماری در ایران در حال عبور هستیم و 3 پایه فاصله، ماسک و زدن واکسن، هر واکسنی که حتی در اختیار قرار میگیره، ما میتونیم که این شدت بیمار رو کنترل بکنیم تا شاید کم شدن میزان مرگ و میر در
ایران باشیم. خب آقای رئیسی گفته که خیلی سریع باید به این مشکل رسیدگی بشه. شما اگه کوتاه بخوایم پاسخ بدین چه کار میتونه بکنه؟ رئیس جمهوری که میگفت من در اروپا تحصیل کردم، این نتایج سیاه و کارنامه سیاهی است که بیش از 320 هزار کشته و بیش از 45 میلیون بیمار دست ما گذاشت. رئیس جمهور که 6 کلاس سواد نداره، هیچ گونه دانش در واقع اداره مملکت رو نداره، من مطمئن هستم که روزهای آینده به مراتب بدتر از امروز و دیروز خواهد بود. متشکرم از شما دکتر نورالدین پیرمعظم، فوق تخصص جراحی ریه از سان فرانسیسکو.